با درود خدمت شما بزرگواران در مورد تلاطم بازار دلار میخواستم به چند نکته اشاره کنم ولی لازم دونستم مقداری مبحث رو عمیقتر کنم با زبان ساده چون خیلی از دوستان بعضی مواقع سوالاتی مطرح میکنن که مشخص در این ماتریکس اسیر هستم و معنی و مفهوم واقعی پول رو نمیدونم پس لطفا صبوری کنید و تا آخر ویدیو همراه باشید تا خودتون در آینده بتونید تجزیه و تحلیل بهتری نسبت به بازار دلار یا بورس داشته باشید ما در اینجا میخوایم مف... مفهوم ساده پول رو خدمت شما ارائه بدیم مثلا ببینیم پول چی هست و چگونه به واسطه پول انسان اسیر این ماتریکس شد در اینجا میخواستم از چیپس های برصورت پوکر یا کازینو استفاده کنم دوستانی که کازینو رفتن یا به صورت همون قمارخونه یا در دا داخل خود خودشون یا به دوستانه یا به صورت پوکر بازی میکنن صورت یا به صورت قمار میکنن حتما با این چیپس ها آشنا هستن شما وقتی وارد یک کازینو میشین ما کازینو رو اینجا به معنای یک کشور میخوایم بر صورت ازش استفاده کنیم و هر موقع کازینو از کلمه کازینو یا قمارخونه استفاده میکنم منظورم اینه که یک کشور است شما وقتی میخوایم وارد یک کازینو میشین علاوه, علاوه بر اون که بعد قاعده و قواعد اون کازینو رو داشته باشید شما وجه رایج رو به صندوقدار یا کشیر میدین و جاش ژتون میگیریم و این ژتون در محوطه کازینو ارزشمنده شما با این ژتون میتونید انواع اقسام بازی ها رو انجام بدین از رولت و بلک جک و بر صورت پوکر گرفته تا میتونید بعضی از کازینوها ها مثلا در امریکا یا ماکاو میتونید باشون خرید کنین چون زیر مجموعه کازینو هستن و این جتون در محدوده اون کازینو ارزش داره و بر صورت هر زمانی که این جتون رو به کشیر تحویل بدید ما به ازاش شما میتونید حالا وجه رایج اون کشوری که هستش یا حال دلار یورو یا هر وجه رایجی رو دریافت کنید و این مثال رو همیشه به صورت اکثر زدن که هیچ کسی نمیشه کازینو رو ببره یا برنده بشه تو کازینو چرا کازینو بدون پشتوانه و به صورت لایتناهی از این جتون ها داره این جتون رو به شما میده و وقتی که بر صورت شما در یک رقابتی قرار میگیرید که پول شما محدوده و پول طرف نامحدوده المان شانس بر اساس ضریب هی پایین تر میاد یعنی شما وقتی که در یک ساعت اول وارد کازینو میشین شانستون مثلا در بازی رولت 50 50 ولی هر چقدر که جلوتر میریم چون سرمایه کازینو لایتناهیه شانس شما پایین تر میاد و نهایتا میبینیم که اکثریت کسانی که وارد کازینو میشن شانسی برای برد ندارن و کازینو به صورت از پولهای افراد مختلف تغذیه میکنه و حساب حسابهای دیگر رو صاف میکنه و نهایتا هم به واسطه اون به صورت به قول معروف کلک هایی که داره و اون سیستمی که داره نهایتا پول پول رو در یک فرایندی که طرف راضی هم هست و خوشحال هم هست و احساس میکنه بد شانسه پول رو ازش میگیره ولی خب بعضی مواقع میبینیم خب المان شانس یا بعضی مواقع هوشیاری طرف باعث میشه که تو بعضی مثلا بازی ها رولت برنده بشه یا تو پوکر به صورت تا به قول معروف برنده بشه یا تاسش بشینه تاس به حال به قول خودمون شیر یا خطش و هر صورت بشه رو شانس باشه این زمانی میشه که کازینو احساس میکنه اوکی الان سرانه ورودی با خروجی نمیخونه مثلا کازینو باید 100 درصد در, در مثلا روز سود کنه الان شده 80 درصد به واسطه تریکا و قوانینی که احساس ایجاد میکنن یا به حال با عوض کردن دیلرها باعث میشن که ناخداگاه این رو ببازی یعنی این پول رو از شما بگیرن و نهایتا خیلی از کازینوها هستن که حتی بعضی مواقع طرفایی که اکثرا برنده هستن در بلاک لیست قرار میدن یا به واسطه تحریم میکنن این یک پیش زمینه بود در مورد پول که در کازینو هست حالا شما حسابش رو کنید در یک کشور کشور رو به یک کازینو حساب کنید که شما به واسطه کار برای دولت ها یا کار به واسطه شرکت های خدماتی تولیدی یا به هر صورت کارهای تجاری از این جتون ها به شما میدن و این جتون ها تحت مقررات اون کشور هستش و به صورت لایتناهی این جتون ها بیرون میاد و شما با این جتون ها میتونید در اون کشوری که هستین خرید کنید یعنی پول شما رو میگیره بر و خدماتی از شما میگیره یا بر صورت اون کارهایی که شما به انجام بدین و به عنوان یه شهروند شما می باید انجام بدین به جای ژتون به شما میده و این ژتون رو شما میتونین حالا بریم باش طلا بخریم دلار بخرین سرمایه گذاری کنین و امورات رو بگذرونین دنیا تشکیل شده از چندین کازینو که هر کازینویی که پولش بیشتره و زورش بیشتره بر اون یکی تسلط داره دنیا به واسطه اون بعد از جنگ جهانی دوم به واسطه اون قدرت امریکا و اون قانون پترو دلار باعث شدش که های امریکا یا پول واحد امریکا در اکثر دنیا مقبولیت داشته باشه و همه کشورها موظف بشن این دلار رو به رسمیت بشناسن و برای همین هستش که شما بر صورت دلار امریکا رو در هر جای دنیا ببری چنج میکنی ولی خب کازینوها این قوانین قواعدی دارن دیگه شما از این کازینو میخوای جتون ببری اون کازینو حتی اگر قبولم داشته باشه تو وگاس اینطوری هست ژتون رو منقاله کامیسیون تبدیل میکنه یعنی ژتونه امریکایی رو از شما میگیره مثلا به شما ژتون انگلیسی میده یا مثلا دلار شما رو میگیره به شما تومن میده تومن شما رو میگیره به شما یورو میده در این اکسچنج ها در این چنج کردن ها هم مقداری از این پول از پولی که حالا شما به واسطش یا کالاف تولید کردین یا خدمات را دادین میسوزه و این نهایتا تمام این کازینوها با هم در بر صورت در یک مجموعه کار میکنن و یک بالا بالا پایینی در بعضی مواقع برای همدیگه انجام میدن و بر اساس نظم نظمی که در جهان حاکم هست باعث میشه که ژتون ها نقششون عوض بشه پس بدونید واقعیت اینه که ماتریکسی که برای ما به عنوان پول خلق شده و ما رو در اون قرار دادن هیچ نیست ما برای دولت ها خدمات خدمات خدمت میکنیم محصول تولید میکنیم به هر صورت و به واسطه یک ورقه ای به عنوان اسکناس دریافت میکنیم که ارزشی نداره حال چه اتفاقی در سطح جهان افتاده کازینوها به قدری در درونشون فساد ایجاد شده و به خاطر هزینه های زیاد از این جتون ها زیاد چاپ کرد زیاد توضیح کردن و به قدری توضیح شده که اگر مردم جهان یا مثلا مردم بر صورت امریکا بخوان از این جتون ها استفاده کنن یا به جاش کالا بگیرن اندازه این جتون ها یا اندازه به صورت پول های چاپ شده عملا کالا نیست برای این کار کازینو میاد قانون و قواعدش رو عوض میکنه به و این رو قواعد رو سختتر میکنه یا مقررات رو عوض میکنه و به هر صورت این باعث میشه که شما شانس کمتری برای برد داشته باشین در بازی اگر بخوام خیلی راحتتر بگم با ایجاد تورم تولید برندینگ مثلا اگر شما در هر مارکتی نگاه کنید در بازار جهانی با برند عوض کردن و آپدیت کردن برند مردم رو مجبور میکنن که این جتون ها رو بدن و برند ها رو بگیرن و در این تغییر مثل گوشی آیفون 14 شما دارید اون میاد میرین آیفون 14 تون رو میفروشین یه مقدار ضرر میکنید آیفون 15 میخرید و اگر نگاه بکنید تا یک فرایندی هی این سرمایه شما قرار کمتر و کمتر بشه این یک مختصری بود در مورد واقعیت پول یعنی شما در کشورهایی که الان در حال حاضر زندگی می کنیم ما در کازینو هستیم بورس یکی از ابزار کازینوس یک قماری هستش که شما هیچ بردی در اون ندارید و بانک ها سرمایه گذاری در بانک ها در با... املاک عملا هیچ شانسی برای شما قائل نیستن تا زمانی که شما درگیر این پول باشید زمانی که این پول رو کنار بگذارید و بیایید بگید من به عنوان کشاورز به عنوان دامپرور به عنوان خدمات تعمیرگاه این خدمات رو این محصول رو به شما ارائه میدم و جاش از شما خدمات یا محصول میگیرم چیزی که چندین سال قبل چندین قرن قبل به عنوان تهاتر ازش به استفاده میکردن این باعث میشه که دولت ها ابزارشون رو از دست بدن برای همین با ایجاد قوانین به صورت باعث می ایجاد, ایجاد میکن... باعث قوانینی که ایجاد کردن دست پای مردم رو بستن و طی این چند یک ست سال گذشته که با ایجاد پول و سیستم بانکی همه رو اسیر کردن و الان اکثریت سرمایه مردم شده به صورت پول هایی که یا در بانکه یک عددی که در بانک یا ملک یا برسا سرمایه ای که به واسطه حمایت دولت ها برسا ارزش داره یعنی شما سند خانتون همین الان یا سند ماشینتون آرم جمهوری اسلامی روش نباشه هیچ ارزشی نداره چون دولت جمهوری اسلامی از این برگه بر صورت حمایت میکنه و این حمایت باعث خواهد شدش که شما اون کالاتون ارزش داشته باشه این بخش اول این قضیه هستش که خواستم مفهوم پول رو شما راحت تر متوجه بشید حالا های امریکا هم یه دلام میکنه به واسطه قدرت و زوری که دارم بدهی شما جتان شما رو نقد نمیکنم پولشو نمیدم کالا ندارم چی کار میخواین بکنید باید جنگ کنید بر یا بر صورت من تبع پرداختی به شما نمیتونم انجام بدم دو تا کشور در جهان هستن که بدون پشتگان پول چاپ میکنن و هیچ پاسخگویی به این جهان ندارن یکی امریکا یکی انگلیسه اینا به واسطه اون قدرتی بود که بعد از پایان جنگ جهانی دوم رسیدن و دلار و یورو چاپ میشه دلار و پوند چاپ میشه بدون اینکه باز پرداختی داشته و با این چاپ کردن های پول با این ژتون های مجازی میان از کشورهای مختلف محصولات غذایی نفت پتروشیمی و هر کالاهای ارزشمند رو میخرن و بدهیشون رو به شما میفروشن یعنی چی یعنی شما وقتی دلار امریکا به عنوان پشتوانه مالیت هست چنینش بدهی کشور امریکا رو شما درش سهیم هستی وقتی شما مثلا مهاجرت میکنی به کانادا یا آلمان شما نگاه باید بکنیم اون کشور چقدر بدهکاره. وقتی شما به عنوان یک مهاجر میریم اونجا یا نهایتا سیتیزن میشید شما به م... یک سهمی از اون بدهی رو م... به احوال باید پرداخت کنید حالا در داخل خیلی از کشورها اینطوری هستش که چون به زورشون به امریکا نمیرسه یا به انگلستان نمیرسه بدهی های امریکا رو تحمل میکنن حال این بدهی به قدر زیاد شده که دیگه در حال برساز این سیستم در حال پاره شدن هستش و این برای همین هستش که ما وارد یک نظم نوین اقتصادی قرار رو بشیم و بریم به سمت رمز ارزها عرصا و ارزهای دیجیتال امریکا توان باز پرداخت این بدهی ها رو نداره و اقتصاد جهان هر روز داره متورم تر میشه یعنی شما ببینید حتی در خود امریکا هم ارزش 100 دلار در دهه 70 با امروز قابل قیاس است یعنی قدرت خریدش قابل قیاس است در اکثر کشورهای اروپایی هم همینطور و به بحانه های مختلف به واسطه جنگ اپیدمی بحران هایی که در منطقه درست می‌کنند، این تورم جهانی رو ایجاد میکنن که بتوانن مقداری از اون به پول ها و اون بدهی رو بسدونن الان شما ببینیم در جنگ حماس و اسرائیل ببینید چقدر هزینه شده همه میگم به میلیارد دلار چون واقعیت اینه یعنی که دنیا روی دلار امریکا میچرخه اگر نگاه کنید نزدیک به روزی تقریبا هفت میلیارد دلار مثل اینکه جنگ هزینه داشته یا جنگ اوکراین حالا آمارش رو دقیق نمیدونم و اینها داره بدهی های دنیا رو و داره مالکیت میده به شرکت که دارن به اینها پرداخت میکنن شرکت های اسلحه سازی شرکت های اطلاعاتی شرکت های اینترنتی اینا دارن خدمات میدن و بابتش بر صورت اینها به واسطه این جنگ ها دارن این پول ها رو این بدهی رو نابود میکنن خب این حجم این پول ها به قدر زیاد هستش که نیازمند یه تغییر و تحولی در سیستم ها هست اولا بدونیم که تمام بانک های مرکزی موظف هستن که از یک الگوریتم به هر صورت پیروی کنن و دیدیم که حتی جمهوری اسلامی هم به FATF پیوست و وقتی شما وارد این سیستم میشی بدهی این همه جهان رو بر صورت شما هم باید متقبل بشین و در این سیستم امریکا به شما دستور میده که باید این حجم از بدهی من رو خیلی زبون ساده دارم میگم متقبل بشین چه اتفاقی میفته حالا اتفاقی که مثلا در آرژانتین افتاد خاویر مالی رئیس جمهور آرژانتین شد اومد اعلام کردش ما واحد پول خودم رو کنار میگذاریم و دلار استفاده میکنیم و در عرض تقریبا یک هفته بعد از اینکه به صورت سوگند یاد کرد ارزش دلار امریکا در اون کشور چند برابر شد و مردم به خاطر حفظ سرمایهشون نقدینگی پول واحد ملیشون رو میدن دلار و اسک بدهی های آمریکا رو میخرن شما رو دقت کنید در چین هم در نوامبر 2023 چین شروع کرد به خرید یوان جمع کردن یوان از تو بازار و این باعث شدش که ارزش یوان پایین بیاد و این برگه های بدهی که میدانند در نظم نوین دیگر ارزشی نداره رو تلاش کرد بین مردم چاپ کنه چون شما وقتی دلار تو داری دست داری دولت, دولت بانک مرکزی آمریکا موظف هستش که اون رو پرداخت کنه نه بانک مرکزی که <تصفح> مثلا چین هست در داخل ترکیه نمونه هایی که میرسن میزنم که برسیم به ایران در داخل ترکیه هم همین اتفاق افتاد بعد از اینکه اردوغان دور دوم به حال با برسال هواشی مختلف برنده شد چون قرار نبود برنده و مجبور شد شدش اگر خاطر رأس کار باشه یک سری الگوریتم های بانک جهانی رو بپذیره وقتی رأس, رأس کار اومد مهره بانکی رو که قبلش حدود دو 13 درصد 14 درصد بود طی چندین فرایند رسوندش به الان 50 تا 55 درصد که خیلی از دوستانی که ترکیه زندگی میکنن وقتی صحبت میکنیم میگن حتی بانک ها تا 55 درصد در سال بهره میدن و این باعث شدش که نقدینگی لیری رو جمع کنن یعنی لیر رو از دست مردم بگیرن و خیلی ها به دلار تبدیل کنن در داخل جمهوری اسلامی هم صورت با این فرایند تکرار شد در سال هزار و تقریبا 401 آبان ماه اعلام کردن هر شخصی به هر اندازه ای که میخواد میتونه دلار بدون مالیات وارد کشور کنه و تاریخ انقضای این صورت این قرارداد تا آذر 1402 تقریبا یک ماه و نیم دو ماه پیش تموم شدش و بعد از اینکه به صورت دلار ها وارد شد ما همونطور که گفتیم ما اینا خیلی ها گفتیم الان در حال دلار فروشی هستن مردم در دولت ایران در حال جمع کردن ریال هست یعنی به واسطه بالا بردن قیمت دلار و کالاهایی که مربوط به واسطه اون مثلا مثل خودرو یا قیمت سکه بهار آزادی اینها رو به واسطه برشت تا موشک زدش توی اردن قیمت دلار رو از 51 دو تومن رسد به 56 هزار تومن و بعد و برصورت مردم رو جذب زده کرد و با برصورت اطلاعات غلطی که در حال پخش شدن در فضای مجازی هست که همه فکر میکنن دلار قرار بشه 75 تا 100 هزار تومن مردم رو تلاش میکنه که برن دلار بخرن یعنی برگه بدهکاری امریکا رو به عنوان زمانت یا به حال پسنداز ذخیره کنم این فرایند در کشور آرژانتین، چین، ترکیه و ایران و سه تا کشور دیگه هم تا اینجایی که من میدونم این اتفاق رخ دادش و دلیلش چیه در نظم نوین نقدی، نقدینگی باید جمع بشه شما چون وقتی نقدینگی دارید شما طلبکار هستین از دولت ها شما وقتی که اسکناس 100 دلاری دارین در هر جای جهان که برین میتونید باهاش خرید کنید چون به واسطه اون قانونی که گفتم برشا در مورد کازینوها دلار آمریکا همه جا ارزش داره ولی وقتی که شما ارز دیجیتال دارید مثل کارت های اعتباری مسترکا ویزاکار و در آینده رمز ارز داشته باشیم وقتی که شما میرید بر فرض مثال در فلان کازینو بخواین از کارت دیجیت مها مسترکارتتون استفاده کنید ببین اگه میخواین اونجا کش ازتون قبول میکنن 10 5 تا 8 درصد بعضی موقع کامیشن داره رمز ارزها بازیش که کاملا فرم کنه اگر قرار باشه رمز ارزها رو به صورت مرور کنیم که امروز جاش نیست کامیشنش بیشتر و محدودیت هایی که روی رمز ارز هست قابل قیاس با کارت های ارز های دیجیتال نیست بدون که ارز دیجیتال با رمز ارز کاملا متفاوت هست و در این فرایند هایی که برای مردم ترویه میکنن تلاش دارن میکنن که نقدینگی از بازار جمع بشه در سال 1403 یا در 1404 با واسطه بحران مالی یا به صورت از همگسستگی سیستم مالی امریکا که به صورت آمدانه انجام خواهد شد دلار از ارزشش کاسته خواهد شد و طی یک بیانیه‌ای که بانک مرکزی امریکا اعلام خواهد کرد که میگه به خاطر امنیتی که برای مشتریان خود و مردم امریکا خواهیم داریم پول های اسکناس باید از بازار حذف بشه و یک اعتبار بین 6 تا 12 ماه برای دلار تعیین میکنن که شما باید دلار را به بانک مرکزی تحویل بدین و جاش اعتبار در حساب خودتون بگیرید و بعد از اون دوازده ماه یا حالا هر تایمی که حالا ما این تحلیلمون هستش و چون نمونه های تاریخش مثلاً دیدیم مثلا در, در, ایران هم دیدیم که وقتی خواستن اسکناس شاهنشاهی رو با اسکناس به جمهوری اسلامی عوض کنن یا در ترکیه اسکناس لیر قدیم و جدید عوض کنن یه مدت زمانی رو محسوب میکنن برای این کار وقتی این اتفاق رخ بده در کشورهایی مثل ایران روسیه چین که در ظاهر با آمریکا مشکل دارن بانک های مرکزی یک نرخ ثابتی رو میذارن مثلا میگن نرخ 31 در بودجه سال آینده دلار 31 بسته شده و هیچ صرافی اجازه خرید و فروش رو نداره و اگرم بخوام بخرن به خاطر اینکه عرضه دلار زیاد میشه و تقاضاش کم میشه قیمت ها به شدت پایین میاد و از شما کمیسیون های... کمیسیون میگیرن برای همین در یک تراتومی در درها... کشورها اگه نگاه کنید چین روسیه ایران آرژانتین در اولا اینکه دارن الگوریتم سند 20 رو جلو میبرن در جمع کردن نقدینگی و دوم دارن کمک میکنم به گادفادرشون پدرخوانده چون که این ژتون هایی رو که در بازار داره بتونه با کمترین بر فشار برطرف کنه قدیما این اینطوری بود که طرف یه میلیارد کلاهبرداری میکرد بعد میرفت زندان یک نفر دیگه میمد واسطه میشد میگه آقا من تومانی 2000 تومانی 5000 بدهی را رو میخرم طرف هم میفهمید که دستش به جای بند نیست قبول میکرد این سیستمیه که در جهان داره پیاده میشه و همه جهان با هم هماهنگ هستند همونطور هم که دارین به صورت مشاهده کنین اخبار رو الان 90 درصد تعاملات بین چین و روسیه با پول داخلی یعنی اعتباره حتی دیگه پول هم نیستش این اتفاقاتی در ایران رقم خورد بین عراق، روسیه، چین و حتی امارات شما باید با با اعتباری که بانک ها بهتون میدن با هم تعاملات تجاری داشته باشین و به واسطه این تورمی که در جهان به حال شروع شده و به واسطه عبور از دوران اقتصاد کربن محور و حذف کالاهای لوکس از زندگی اکثریت و خارج شدنش از اولویت مردم دیگر تقاضا برای واردات کالاهای غیر ضروری هم نیست و با شیفت شدن مردم به فضای مجازی و درگیر شدن مردم در دنیای مجازی خیلی از اقتصادهایی که مبتنی بر کربن بودن یواش یواش کم میشن و این رو در سند به هر صورت بی سی داریم میبینیم از سال بی تا 2050 هم فاز دومش هستش که سال 2050 تقریبا سوختهای فسیلی به بیشتر از 55 درصد تا 60 درصدش باید از به حال مدار خارج بشه در مورد دوران کربن هم در پست های قبلی در مورد صحبت کردیم اگر دوستان که در یوتیوب هستن میتونن لینکی که در بالای صفحه هستش رو مشاهده کنم تا درک بهتری نسبت دوران کربن عبور از دوران کربن محور داشته باشم این یک خلاصه ای بود در مورد دلار برای همین شما دارید میبینید در داخل ایران هم مثل سال قبل دلار تا آستانه 60,000 هزار تومان میره بالا ولی ناخداگاه میاد به رأس 42 45 46 اینا میمونه و در سال آینده به محدودیت هایی برای دلار خواهند گذاشت که همونطور که گفتم با اعلامی که بانک مرکزی امریکا برسات با تشنجی که در امریکا پیش خواهد اومد حالا هم میریم در تگزاس بحران ایجاد شده و عملاً با ایجاد مجموعه هایی مثل شانگهای های بریکس بردارن تلاش میکنن که پول رو کم کنند و اعتبار رو جاش بذارن اکثر کسایی که برسات از این موضوع مطلع هستن اصلا در ایران که شرکت های بزرگ و گردن کلوف آینده رو میدونن دارن بدهیشون رو میریزن تو جامعه این دلار رو دارن پخش میکنن و مردم جاهل در حال خرید کردن این قضیه هستن که نمیدونن در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد همه میگن چیزی ارزون نمیشه ما گفتیم وارد یه عرصه از اقتصاد داریم میشیم که مبتنی بر قواعد و قانونی هست که تا به امروز شما لمس نکرد یعنی با دانشی که از گذشته دارین هیچ درکی نسبت به آینده نخواهید داشت این یک بازی جدیدی هست که اصلا مثل برسویت کسی که مثلا در سال 1330 تو بازار تهران کار میکرده الان دیگه هیچ نمیتونه تو اون بازار مثلا الان کار کنه چون همه چیز عوض شده و نوع خرید و فروش ها نوع معاملات اغیر کرده برای همین خیلی از کشورها تلاش دارن میکنن که بدهیشون رو بفروشن و ج... نقدینگی رو از جامعه جمع کنن و با وضع قوانین مختلف جلوی این بدهی رو بگیرن و عملا بدهی امریکا رو در یک ریست بزرگ خیلی ارزونتر از چنگ مردم در بیارن مثلا الان چند دیویست سی تریلیون دلار بدهی امریکاست اگر اشتباه نکنم این دیویست و تریلیون مثلا با 100 پنجام... میلیون یا 150 میلیون جمعش کنن و بر صورت این بازی تموم شه به وارد این نظمی که 2003 شروع می خواهد شد بشیم این یک واقعیتی هستش که داره رخ میده ولی خب متاسفانه جامعه قبول نمیکنه جامعه به شدت نسبت به گذشته چسبندگی داره و مسائلی رو که ما امروز مطرح کردیم بر صورت یک سال دیگه متوجه میشه و مسائلی که تقریبا سه سال پیش یا دو سال پیش صحبت کردیم امروز در حال به وقوع پیوستن هست برای همین اگر به فکر پسنداز هستید مهمترین عامل به بهترین کالا برای پسنداز طلا هستش اونم طلای کار کرده یا به صورت شمس چون اکثریت بانک های مرکزی در حال خرید طلا هستند یا اگر اینکه بر صورت توان نگهداریش رو ندارید میتونید در چند بخش داشته باشین یک مقدارش رو برصورت کالای اساسی داشته باشی یک مقدار شراب کالاهایی باشه که بتونید سریع خرید و فروش کنید حالا بسته به اون فضایی که زندگی میکنه جغرافیایی که زندگی میکنید و مهم در نظم نوین درآمدزاییه یعنی شما دیگر اون تفکری که در چند دهه گذشته غالب بود که شما با دلالی یا خرید و فروش کردن میتونید سود به دست برید اینطوری نیست واقعا دیگر خیلی از کسانی که در داخل ایران ثروتمند شدن ثروتشون روی تورم بودش ولی همین الان مثلا در بازار ملک ما شاهد یک رکود تورمی هستیم که این رکود تورمی از سال دیگه به تورمی یعنی تقریبا تورم رکود کاهشی میشه و مجبور میشن بین 15 تا 30 درصد خیلی از کسانی که پول لازم میشن و مسئولیت فشارهای مالیاتی رو نمیتونن تحمل کنن باید خونه رو بفروشن و این ارزو میشه و ارزون خونه هایی که بالای 75 متر از زیر 75 متر خونه هایی هستش که کماکان نه کسی میفروشد میفروشدش و همیشه متقاضی برایش هست مخصوصا در هاشیه شهرهای بزرگ این یک م... مسئله بودش خواستم در مورد دلار خدمتون ارز کنم یک واقعیتی که اگر یک ذره بهش عمیقتر فکر کنید دیگه خودتون بازارها رو میتونین رصد کنین خیلی در مورد بازار فارکس بازار بورس ایران صحبت میکردم ما گفتیم دنیا در این ژتون خلاصه میشه دولت ها به قدر این ژتون ها را دارن و با اطلاعات و دیتایی که از شرکت های بزرگ دارن به راحتی پول های شما رو میخورن باید بازگشت به عقب و زندگی رو خارج از مجموعه دولت ها تجربه کرد زندگی که دولت ها توش نقشی ندارن زند... بسیار سخت شده ما هممون توی ماتریکس اسیر هستیم و مهمترینش پوله همه ماها 99 درصد از آدم های جهان دنبال پول میدان یعنی دنیا به حال نظام سلطه جهانی آدم ها رو برده خودش کرده که دنبال پول بدان یعنی شما خدمات تولید میکنیم بابت پول پول میدی که خدمات نهایتا پول بدی خدمات بگیری و این چرخه میگذره و به واسطه حالا این تراکنش هایی که مالیات هایی که یواش یواش هر روز در داخل ایران زیادتر میشه این پول ها جمع میشه تا برسیم به سیستم یارانه ای که بر در داخل ایران یه تستی شد در سال 2040 تا 2050 همونطور که ایلان ماسکوف باید برسیم به این نظمی که خیلی ها بشینن تو خونه یه یارانه ای بگیرن به خاطر اون امتیاز و اعتبارات اجتماعیشون زندگیشون رو انجام بدن این واقعیتی بودش که ببخشید یه مقدارم طولانی شد در مورد دلار قیمت دلار و واقعیت های امروز جهانی به بر صورت ارزم به حضور شما یک بر چیز ساده ای براتون گفتم حالا چند تا تصویر من میخوام بر درمانش صحبت کنم این همونی بودش که خدمت شما عرض کردم واردات هرز رو سال پیش آزاد کردن بدون مالیات و تاریخش رو نگاه بکنید اینجا آبان 1402 یعنی تقریبا یه ماهانی می و بعد از اون هم دیدیم که این مقدار دلار دوباره داره عوض میشه و قیمتش داره رو بالا اومدن هستش این هم یکی دیگه هستش که اگر شما نگاه کنید نمیشه دلار زدایی یعنی حالا من اینا رو به فارسی ترجمه کردم که شما متوجه بشین ولی خب 95 درصد تجارت بین چین و روسیه دلار آمریکا استفاده نمیشه یعنی تقریبا دلار شده یا اینو شما نگاه کنید همونطوری که گفتم بهتون چین تقریبا از دو دسامبر 2023 شروع کرده به خرید یوان از بازار برای جمع کردن یوان و دلار داره میفروشه برای همین ارزش پولش اومده پایین و نمونه دیگه حالا اینم که نوشته درخواست ها برای دور شدن از دلار آمریکا در حال افزایش است این یک واقعیتی هستش که داریم میبینیم شما نگاه بکنید ببینید الان 53 درصد 58 درصد ببخشید بدهی های آمریکا به واسطه دلار هستش یعنی تمام بانک های مرکزی که تو در جهان نگاه کنید 58 درصد تقریبا سپرده هاشون یا بر صورت صندوق ذخیره ارزششون با دلاره 20 درصدش به یورو تقریبا کمتر از یک در تقریبا میشه یک درصدش با پونده و علاوهش مثلا ین ژاپن هست ببخشید فرانک سوئیس 5 درصدش انگلستانه پوند انگلستانه دلار کانادا دلار استرالیا ولی داریم میبینیم این بدهی بر صورت امریکا که نزدیک 60 درصد ذخایر ارزی جهان هست که بیشترش رو مثلا کشوری مثل چین داره عملا باعث خواهد شدش که این سناریویی که خدمت شما عرض کردم در جهان پیاده بشه بر صورت اگه سوالی بود خوشحال میشم در کامنت ها یا در دایرکت و اینستاگرام بفرمایید و زیاد استرس این موضوع رو نکشید سعی کنید به فکر درآمدزایی باشید و به فکر یک تخصص و مهارت باشید درگیر این قیمت ها نباشید اینها بازی هستش که متاسفانه به واسطه ایجاد این ژتون هایی که به عنوان پول به ما غالب کردن ایجاد میشه